درود بر مهربان یاران گرامی، هر کجا هستید آرزو دارم شاد و خوش و پیروز باشید. مهربان یاران، پروانه میخوام که سال نو 2020 میلادی زایشی رو به شما مهربان یاران شاد باش بگم. سالی که برابر هست با سال 7757 آریایی میترایی و 2020 سال از زایش عیسی مسیح میگذره. مهربان یاران، به هر حال ما بسیاریمون داریم در خارج، 7 میلیون ایرانی هستیم که در خارج از میهن زندگی میکنیم. روز و شبمون با این برنامه و تاریخ و تقویم هست و به هر حال هر کشوری که رفتیم بایستی بتونیم خودمون رو با اونجا همرنگ کنیم و به قول معروف آداپته کنیم. گرپنی شاد باشا برایتون، آرزو دارم سال خوب و خوش و موفق و پیروز و پولداری براتون باشه. پول. تندرستی بهترین آرزوها و چیزها برای انسان هست. بعد از تندرستی رفاه، آسایش و همون پول. و اندازه ای که خوب زندگی کنیم، در زندگی بایستی تلاش کرد برای به دست آوردن پول و زندگی خوب کردن. از این اندیشه و تفکر تازی ساخته، تاریک ساخته بر سرزمین ما که میگه بابا فقری فخری من و اینا رو باید رها کرد. اینها رو بایستی رها کرد و بایستی انسان در تلاش باشه تا بهترین زندگی رو خودش داشته باشه و برای خانواده و فرزندانش نیز بهترین زندگی رو. ذکاوت و زیرکی خیلی مهمه. زیرکی و ذکاوت. من هفته پیش که با یک تلویزیون جهانی مصاحبه داشتم، در همین رابطه با ذکاوت و زیرکی گفتم که پنجم دی ماه که 40 زجان گذشتگان سرزمین آریایی بود، مردم میهن ما این بزرگداشت رو گفتم نشیط و وکی، یعنی بسیار با ذکاوت و خردمندانه برگزار کردم که خونی از دماغی نریزد و تازیان حاکم برمیهن جایی رو خراب نکنن بذارن پای ملت ایران. همونجا هم گفتم که ملت ایران غریب و تنهاست و هیچ یاوری نداره. عزیزان من، ما از آن روزی که در پرتگاه افتادیم و دنبال رو استعمار شدیم، حالا استعمار شما از همون هجوم تازیان 1400 سال پیش رو بگید تا تازیان مدرن غرب امروز، در دام آنها افتادیم و همچنان که با یک آیه قرآن ما رو خر کردند صدها سال، همچنان نیز با پروژه‌ای از پیش نوشته شده استعمار ما رو خر کرد و میکنه و خواهد کرد و دلخوشی‌های باطل. مشتی انسان‌های بیمار پیر شپشوی فرسوده آخوند رو بر میهن ما و مردم ما حاکم کردن و من اینجا موندم که این بچه‌های جوان و رشید و زکی و نشید چطور از اینا محافظت میکنن، چطور رانندگی اینا رو میکنن، چطور برای اینها خم میشن و راست میشن. از این موندم من. بچه ها، استعمار که این روحانیت رو ساخت، ساخت روحانیت رو من در کتاب دینداری و خردگرایی شرح دادم که در کتاب من با خدا رقصیدم، این کتاب مثل چند کتاب دیگه من اومده. اینها در بحبوی انقلاب مشروطه به خاطر اینکه پادشاه رو میگفتن از سلطانو ولله، یعنی پادشاه سایه خداست، اینها از همون موقع اومدن گفتن آیت الله. واژه آیت الله رو درست کردن در برابر ذلالله، یعنی گفتن سایه خداست، این نشانه خداست. و چند تا روزنامه های استعماری که تازه اون موقع توی ایران منتشر می شد اومدن اون چهار تا آخوند اولیه مشروطه رو بهشون همین لقب آیت الله رو دادن با دستور سفارت انگلستان
و همچنان که میگن بریتانیا العظما، او گفتن آیت الله العظما، و این فرقه رو ساختن. زمانهای قدیم یادتون نره اقتدار روحانیت تشیع در ایران ما زمان صفوی است. زمان صفوی که اقتدار این هاست، تنها واژه‌ای که برای اینها مصرف شده میدونین چیه؟ صفویه که خیلی متکی بود به طبقه روحانیت، شیخ بها و دیگران اونجا بودن. اسم این آخونده اونجا بود ملا، فقط ملا محمد باقر مجلسی، ملا فلان، ملا فلان. دیگه آیت الله و حجت الاسلام و سقط الاسلام، این مزخرفات که نبود. در زمان قاجار که تمام آموزش و پرورش همه چیز دست آخونده بود، یعنی آخونده بعد شاه همه کاره بودن تشکیلاتشون، در اونجا چی بود اسم اینا؟ بگید ببینم در زمان قاجار به آخوند چی میگفتن؟ حاجی، حاجی میگفتن بهش، حاجی. اون موقع ملا، موقع حاجی. انگلیس ها که میخواستن این دهنه انقلاب مشروطیت رو، جنبش مشروطیت رو به دست بگیرن، چه کردن؟ اومدن و واژه آیت الله رو ساختن و گروه آیت الله ها رو، سازمان روحانیت رو، و طبقه بندی کردن حجت الاسلام و سقط الاسلام و آیت الله و بعد آیت الله العظمى و الی آخر. اینا رو گذاشتن تو دست ما هم تا الان. الان ابله احمق و پولی هم بود که از فاحشه خانه خانم بیگم در هندوستان، یه فاحشه خونه داشت، اینا رو ما قبلا مفصل نوشتیم. این فاحشه خونه، رقاص خونه، طرف گفتن مرده، نظر حوزه علمیه کرده. حالا انگلیس اقبال از جیب جای دیگه تعمیگر گفت نظر حوزه علمیه کرده و ما باید بریم در نجف و قم و مشهد حوزه علمیه بسازیم. اومدن با این پولا و اصطلاح حوزه علمیه ساختند و آخون پرورش دادن و چه و چه و چه کردن. این گونه بود که این روحانیت شکل گرفت عزیزان من، و خیلی هم خوب براشون کار کرد. روحانیت برای استعمار انگلیس، استعمار روس، خیلی کار کرد. یادتونم نره 1562 بار گفتم، 1563 بارم بهتون میگم، در رابطه با ایران و خیلی جاهای دیگه دو تا استعمار با هم متحدن، دو تاشون با هم متحدن، روس و انگلیس رو ایران متحدن. روس و انگلیس سر آمریکا رو کلا میذارن، سر بقیه کش اروپا رو کلا میذارن، ولی روس و انگلیس چون از اون قدیم ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، اینها با هم رو ایران متحدن. سیاست هایی که اتخاذ میکنن مکمل یک دیگه است. اینو زرنگ باشید بفهمید و بدانید. و کتاب های بسیاری آقای راین نوشته و دیگران در رابطه با همین استعمار انگلیس، در رابطه با حرفای این سرگیمریه که اومدن روس اینا تو ایران زدن، اینا ببین بخونین. یکی از بیچارگی های امروز ما میدونین چی بچه ها؟ کتاب نمیخونیم دیگه. من به تازگی که نه، مدت هاست با همه دوستان و مهربانیاران گفتم که بچه هایی که من زرت زورت زیادی میکنن این ور اونور شعارهایی بیده که از دهنش هم گنده تره، میخواد به ماها درس بده، میگم از این بچه ها شما بپرسید تا حالا تو تمام عمرش چند تا کتاب خونده، تیتر 10 تا کتاب رو بگه که خونده. بعد گفت خونده، از همون کتاب ازش امتحان بگیر، فعل بداهه، نه که بره جستجو کنه، فعل بداهه با تلگرام، با اینستاگرام، با فیسبوک، با هر جا. ببینید چی خونده، یا آخرین کتابی که خونده کی بوده، چی بوده. کتاب نخوندن اینا، مطالعه نکردیم. الان هم که دیگه قربونتون برم همه افلاطونیم، الان همه ارسطو هستیم، پیر و جوان. اوه از نظر سیاسی همه چیز ما میدونیم، ولی فردا میریم 44 میلیون پای صندوقای رای، از روحانی گرفته تا احمدی نژاد گرفته، متوجه میشین، تا خاتمی گرفته قبلش، تا هر کی بگین اون قبلی قبلی ها رو هر میلیون 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 رای میدین. وقت برای من افلاطون بازی را میندازین اینجا، خیلی زرنگی. اون وقت یارو میترسه اسمشو بگه،
میاد آقا فوش خوار مادر بون دادن، این همه آخوند ریخته، این همه اراذل و باش ریخته، شما چرا نمیزنید تو گوش اینا؟ آقا ببینید توی افغانستان دیگه بچه های سرزمین آریایی یاد گرفتن، یارو وکیل هیچ کاری براش نکرده رفته اونجا میگیره میزنتش، میندازنش بیرون وکیل رو. تو ایران هم شروع شده، تو ایران هم جای زیادی وکیل ها رو گرفتن زدن وکیل مجلس. چه غلطی کردین شما؟ اینا رو بزنینشون، هو کنین مجالسشون رو به هم بزنین، بکنید این کارو. از همه مهمتر بزرگای اینا وقتی میان یه جایی صحبت دارن، سخنرانی دارن، بارها من پخش کردم به چیزای نمونه، بریزین مسخرهشون کنین، به هم بزنین، از روحانی گرفته تا وزرا و وکلای دیگه. و حتی این گستاخی و شجاعت رو بچه‌ها داشته باشید، تا حالا بودید کاری کردید، ولی بیشتر جلو خود خامنه ای وقتی که مثل گله میبرن شما رو اونجا، بلند شید داد فریاد آقا من حرف دارم، حرف دارم. بعد بتازید به این، مثل اون بچه‌ای که جلو رئیسی پخش کردم من، گفت آقا من میخوام خامنه‌ای رو تو میدون محاکمه کنم، به رئیسی، رئیس قوه قضاییه گفت همین کارو در محضر خمینی بکنین، خامنه‌ای ببخشید. همشون یکی هم خامنه‌ای رو وقتی میرین پیشش، محضرش میرین، رنگتونم میبازین، دست و پاتونم میلرزه، همونجا پاشید و پرخاش کنید. یادتون رفته نیکولا چاوچسکو چه اقتداری داشت؟ اینم بهتون بگم، استعمار تا جایی که بتونه از شما استفاده میکنه، از این رهبره میگم. بعد اگه شما لحظه ای که میخوای بپردازی به خودت و به مردمت، میان ترتیب ته میدن. اینجاست که باید خودت رو در داخل کشور تنبیت کنی. همیشه هم فکر کردن فقط رضا شاه و محمد رضا شاه رو اینا ساقط کردن، بعد رفته بودن انگلیسا گفته بودن ما به اینا قدرت دادیم، اینا ما رو ساقط میخواستن بکنن، بیرون بکنن، نفت بیارن پایین، مردمشون فلان، مردمشون بیزار. چون یادتون نره همه جای دنیا همینه، تو میخوای قدرت بگیری باشه دیپلماسی اعمال کنی، دیپلماسی اعمال نکنی تونه قدرت بگیری. از قدیم همینجور بود. موسی اگه میخواد قدرت بگیره در دربار فرعون که بتونه یهود رو نجات بده، موسی اینا همه کلکایی بود که زدن بینا، باید بره سرباز بشه، سردار بشه، جنگ و فتوحات بکنه، افتخارات به دست بیاره، بعد بیاد ترتیب فرعون بده، قوم یهود رو نجات بده. بعد همین کار رو مردخای میاد در دربار شاه ایران، وزیر دربار پیش خدمت، اینقدر تملق چابوزی تا آخر میتونه استر دختر برادر خودش رو به شاه بده تحمیل کنه و بعد بزنه چند هزار ایرانی رو بکشه به جرم این که اینا میخواستن چه بکنن. نفوذ کردن همه جا بوده و هست. رضا شاه روزی که میخواد نفوذ کنه و قدرت رو به دست بگیره، بایست یک سری مسائل کوتاه بیاد که بتونه قدرت رو به دست بگیره. وقتی قدرت رو به دست گرفت، اونجاست که برای مردمش کار میکنه. رضا شاه چه خدا؟ رضا شاه در تاریخ ایران بی نظیره. به خاطر همین هم هست که ملت ذکاوتمند، یادتون نره اون ملت ابله، اونها کمن، اون ملتی که میره رأی میده و چاهمونه این که بزن میکشن و قتل و جنایت و اینا همینان، اینا شناسنامه ایرانی دارن، اینا خیلی کمن. اما اون مردمی که میشناسن رضا شاه کی بود، چیکار کرد برای مملکت که میرن بعد سالها اینقدر اپوزیسیون ها ساخته شد تو این 40 سال، اینقدر خون دادن، اینقدر مبارزه کردن، اینقدر نبرد کردن، حالا مردم خودشون خود جوش بیان بگن رضا شاه رویت شد. و یه فیلم رضا شاه که ساخته شد، یه فیلم رضا شاه بریم ببینین چند صد هزار چند میلیون نفر رو دیدن و فهمیدن این کی بوده، چی کار کرده. امروز دنیا اینه، دنیا فیلم سینماست، برنامه رادیو تلویزیونیش، کتاب کسی نمیخونه دیگه. با یه فیلم رضا شاه که ساخته شد، کتاب ها نوشته شده توی سالا نخوندن، یه فیلم رضا شاه کار کرد، الان دیگه همه جا رضا شاه روحت شاده. به خاطر همین رژیم اومده همونطور که بارها من گفتم یک سری افرادی رو ازشون داره استفاده میکنه برای زدن رضا شاه بزرگ. شما نباید کوتاه بیاید، بایستی در برابر اینها وایستین و اهداف و خواسته خودتون دنبال.
حالا این نیکولا چاوچسکو شما ببینید چه قدرتی داشت، چه عظمتی داشت، چه شوکتی داشت، چجوری کلش کردن. تازه خیلی بر این باورن که وقتی میاد ایران بعد از اون تظاهراتی که میگم این میاد ایران تو قراری که داشته، بعد ایران میدونه جمهوری اسلامی یعنی انگلستان استعمار انگلیس از طریق جمهوری اسلامی خیلی تاثیر حساب جهانی کرد، نیکولا چاوچسکو رو انداخت، قذافی رو انداخت. عرض کنم خدمتت که حتی پادشاه خردمند ما محمد رضا شاه انگلیس رو قصد داشتن برگردونن ایران محاکمه کنن، چه کنن؟ این فرمزاده خوندید دیدید چلیدین دیگه. خب زین العابدین بن علی رو عرض کنم خدمتتون، حسنی مبارک رو، اینها همه کسانی بودند که مهربان یاران انگلستان دیده بود اینا جفتک میزنن، یعنی اومدن یه کمی کارهای دارن میگن منافع مردم و میان و سرزمین خودشون میخواست برداردشون، که روان رضا بدیعی شاد میسیون امپاسیبل بالاتر از خطر فیلم هایی که میساخت، این سریال های بالاتر از خطر که میساخت نشون میداد انگلیس همیشه کاری که میکنه میذاره به حساب یکی دیگه، خودش میذاره به حساب یکی دیگه. تو ایران الان هر کار میکنه میذاره به حساب اسرائیل، بعدم به آخوندم که بگیرسه. حالا اسرائیل هم خوب شما بدین پول و تکنولوژی همه جای دنیا هست برای همه خرج میشه، میتونی بخری بفروشی. ولی آقای قاسم سلیمانی خودش مصاحبه کرد چند وقت پیش، جدا از اینکه ما حرفای رئیس موساد پخش کردیم آقای یوسی کوهن که گفت ما با قاسم سلیمانی کار نداریم، ولی قاسم سلیمانی خودش پس خودش مصاحبه کرد گفت ما لبنان بودیم با مغنیه، اومدیم سوار ماشین بشیم دیدیم این پهباد اسرائیل ما رو نشونه رفته، یعنی بدنی نمیزنتشون نمیزنه، بعد رئیس موساد میگه آقا نمیزنیم نمیخواستیم بزنیم، ولی اینا هر کاری برای سر دنیا انگلیس میاره اینا میگن کار روس انگلیس میاره، میگن کار اسرائیل بود، مرگ بر اسرائیل کار اسرائیل بود. آقا میبینن خودشون میدونن که از هنگامی که پادشاه ایران توسط صد بار گفتم دوباره میگم حسینی ارشاد شریعتی در بالای شهر برای مذهبی کردن روشنفکرها و مهدیه شیخ احمد کافی پایین شهر برای انقلابی کردن مسلمانان پابرهنه ساخته شد، هر دوتاش هم با پول عربستان سعودی بود، هر دوتاش، یعنی پول حجی که به کافی میدادن که مکه میتونست آدم ببره پولای پورسانتی بهش میدادن میذاشت تو جیبش، آقای ارباب در محمد ارباب در حسین ارشادی که ساخت پولش از همونجا اومده بود. حالا اینا همه رو میذارن به حساب اسرائیل، اسرائیل که آقا داشت با اینا کار میکرد. ولی وقتی من میبینم این رفیق تجارت من پاشلقه داره میفته، من که به خودم رو نمیندازم تو آب، که من که به خودم رو نمیندازم تو آب، وای میستم خودم رو نجات میدم. حالا هم همینطور بوده، انگلیس همیشه یه قذافی که زدن فکر کرده این رفیق ما نیکولا یه سر کوزی انداختش یا برنارد هانری لوی انداخت. من به دوتاشون گفتم، من به برنارد هانری لوی و به سرکوزی گفتم بودم تو فکر میکنی تو انداختی چیز امکان داره تو انداختی، ولی میدونی برای کی انداختی؟ برای حزب الله لبنان، برای انگلستان، چون رئیس همه آخونده هر جا شیخ و ملا و آخوند دیدین بچه ها این بدونین که رئیسش انگلیسه. حالا دیگه موارد بحثای دیگه نمیخوام بریم، اینها قسم خورده بودن حزب الله لبنان که انتقام خون امام موسی صدر رو بگیرن. امام موسی صدر یکی از رهبران پیشرو مترقی یه تشیع بود در لبنان، لبنانی از فقر و بدبختی و تهی دستی آورد بالا، عظمت شوکت بهشون بخشید، بعد همه قدرت های اون موقع بهش احترام میذاشتن. حتی محمد رضا شاه دعوتش کرد ایران و چندین میلیون دلار بهش کمک مالی کرد، خیلی همون احترام داشت برای محمد رضا شاه. غیره این قذافی یک کنفرانسی تشکیل میده در لیبی، تو اون کنفرانس یک سال مونده به انقلاب ایران، انقلاب سیاه ایران، یک کنفرانسی تشکیل میده، در اون کنفرانس کتاب اخضر کتاب سبزش رو میکنه، من خوندم کتاب سبزش، میگه قرآن مران اینا رو میذارین از این بعد کنار، کتاب سبز من راهنمای شماست، چون به همه پول میداد، به همه پول میداد،
اینا همه اونجا جمع کرده بود، همه گفتن دمش گرم دیگه، حالا کسی جرأت نکرد پاشه براش رایسه الا یک نفر. من اینو به خواهر امام موسی صدر حدود 38 سال پیش در لبنان گفتم، دختر ایشون درود دارم بهش، دختر ایشون هم بود اونجا و المستشفا بیمارستان المستشفا در بیروت رینا ساختن و به مردم به رایگان خدمت پزشکی میدن اینا. حالا این صلح بین مسیحی و مسلمان و فلان اینا امام موسی صدر بود، این نبیه بری که الان رئیس مجلس پادوی ایشون بود، یکی پا میشه، اونم کیه؟ آقای امام موسی صدر پا میشه و میگه آقا چی میگی تو دیوانه شدی؟ به قصافی تو مملکت خودش میگه تو دیوانه شدی؟ ما همه رو بذاریم کنار که تو کتاب سبز آوردی برای ما، بخوره تو سرت خاک بر سرت، کانال خاک بر سرت، میگه دعواش میشه قطعه، میگه به تمک سر جا دعوا. امام موسی صدر میاد بیرون با یک شیخ دیگه با ایش بود همیشه به نام شیخ یعقوب، با این میاد بیرون دیگه، تا میاد بیرون گم میشه. رابطه خوبی هم قذافی داشت با ایتالیا، همیشه داشت رابطه بسیار خوب. این و بعدا میگه که اینا رفتن ایتالیا، ولی من اون روزهای نخست انقلاب سیاه جلود آمد ایران، معاون همکار قذافی و آقای فتحی، فتحی سفیر اینها بود در تهران، اونو فتحی سفیر اینها بود در تهران. اینها وقتی که اومدن ایران، میدونی من از این پولیتیک بهش میگم، سرکار استوار پولیتیک، یادتون از این پولیتیک ها بزن تو زندگی من زیاد زدم، از این پولیتیک ها آدم هایی که بخوام از پرده در بیارم یاد درون چون رفیق شمیم. ما هم نشستی دیدم خیلی اعتماد من داشتیم، چون روزنامه من میخوندم، ارشاد رو من در ایران موقع در میبردم، هنوز وزارت ارشاد نشده بود، وزارت ارشاد اسمش هم اطلاع جان گردی بود میلاد چی، من روزنامه ارشاد بود در میبردم، تیراج هم خیلی بالا بود. اینا وقتی ما دیدن اینا وقت گفتم که بقیدم موسی صدر هم خوب زدیم کشتینش ها، آره بابا این امریکایی بود. اینو من به خواهر و خانمش و دو بچه ایمان موسی صدر تو چند سال پیش گفتم، 38-39 سال پیش، آره بابا این امریکایی بود، یعنی ما زدیم کشتینش. ما نجی میشیم بعد از اینم یه قضیه تکرار شد، بعدم اونا فهمی کردن خب ما میدونیم، یا مثلا ما خوشحالیم با زدن امام موسی صدر، یعنی اعتراف کرده بودن. حالا قذافی که میفته و جور ترتیبش میدن، چون لیبی قبایلیه، زندگی قبایله، تو رئیس هر قبیله رو ببینی 4-5 تا سرباز داری، چمدون دلار میدی به رئیس قبایل، رئیس قبایل هم با تفنگ بهشون میدی، اینا میرزن هر کار بخوای بعد میکنن. قبیله ایه، مثل ایران نیست که ایران قبیله ای نیست، حزبی نیست، سندیکایی نیست، هیچ چیز، برام 40 سال نتونست این کار رو کنه، حزبی هم نیست، لاغره حزبامون هم همه قلابیه، حزبی هم باشه باز خود، چون حزب مثل قبیله میمونه، ولی قبیله محکمتر و خونیتره. اینا قبایل رو دیدن اونجا، پول بهشون دادن، از اون برم پشتش لجستیک، چون میدونید اینها همه الان اقتصاد جان قذافی انداختن در راستای اهداف حزب الله، خواسته حزب الله، حزب الله خوشحال شد. همچنان که تا حالا شما ببینید الان که داره به پایان خط میرسه قدرت جمهوری اسلامی، ولی از امروز اول اینا آمدن طالبان رو زدن، دشمن اصلی اینا زده بود، اینا رو کشته بود طالبان انداختن، از تا انداختن خود جمهوری اسلامی رفت طالبان نجات داد، آدم خودش کرد. صدام حسین که آد هم پیمان ما نبود، 8 سال تو جنگ اینا صدام انداختن، عراق دادن دست اینا، انگلیسه، اینا دیپلماسی انگلیسه که قویه پشت سر آخونداز. حالا همین دیپلماسی، همینطور که نیکولا چاوچسکو، همینطور که قذافی، همینطور بقیه هم انداخته، آخوندا میخوام به شما بگم خاطرت جمع بشه، ترتیب تو داده یه بزودی، مثل همین نیکولا چاوچسکو میگن این اومد تهران، نیکولا چاوچسکو وقتی میخواست بره کتبسته همونجا نیرو گذاشتن بردنش تو رومانی پیاده کردن، تحویل انقلابی داد جمهوری اسلامی. انگلیسه، تو انگلیس داد تو ایران رو کمانده کن، روسیه داره میکنه. آخرینش چی بود؟ آقا هفته پیش که من شنیدم که چین، روسیه با جمهوری اسلامی مانور نظامی، من سیاوش اوستا باز با این همه که دارم به شما میگم با خودم بودم ببخشید خیلی بزرگم، ببخشید خیلی بزرگم، گفتم خواهر مادر یاره
تو تا قدرت جهانی با اینا دارن برن دیگه، کی میتونه به اینا نگاه کنه؟ چپ خیلی برای من مهم بود آقا، خیلی جالب شد. 24 ساعت نگذشت، 24 ساعت بعد از این هنوز مانورم ادامه داره. اصلا آقا آمریکا آمد زد دیگه، نبگی میدفعه اسرائیل میزنه و نبگی میدفعه عربستان میزنه و نبگی میدفعه از تو افغانستان میان میزنن چهار تا بمب میذارن داعش ماشه، نه ارتش اسرائیل و آمریکا ببخشید آمریکا وزیر امور خارجه اعلام میکنه میره غرب عراق و دستور میده 8 شعبان میزنن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را میزنن، یک عده اینا رو میکشن فرمانده و بالان، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. این خیلی مهمه، این برای این راستای اهداف استعماری است. یعنی آقا استعمار میخواد بگه فکر نکنین این مانوری دارید میدید، اینا اینا همه هم برای اینکه جیب جمهوری اسلامی رو خالی کن، جیب ایران، جمهوری اسلامی که خودش پاقی نیست، جیب ایران رو خالی کنن. از اول تا الان فقط مسئله جیب خالی کردن بوده، میلیاردها دلار گرفتن و چند خلیج رو دادن و کیش رو دادن و او رو دادن و بحر دریای مازندران رو دادن، اینا رو دادن. 40 ساله میگه ما میخوایم به شما اتم بدیم، این بوشه موشه 40 ساله یک چراغ، خودشون میگه من نمیگم، یک چراغ نمیتونن روشن کنن با این انرژی هستی 40 ساله دارن پول میدن. و من میدونم، من خبر دارم، میگم من به شما یه بار دیگه هم بهتون گفتم. چند سال پیش بود ما یه جایی بودیم، این صاحب منصبان غرب جمع بودن، آدم های خیلی مهم بالای غرب، بالا گوش کنید احمق هایی که نوچه این حرامزاده های هستید گوش کنید. یکی از این شخصیت هایی که شخصیت سیاسی بزرگی هم بود اینا، من رفتم جوش کنم آقا چجوری شما جمهوری اسلامی دارید دفاع میکنید فلان میکنید، مردم خود چه داره قتل میکنید فلان میکنید. یهو دو سه تا از این وزیرا و پذیر و سناتورا هم که اونجا بودن اینا اومدن از من پشتیبانی، خود مال خود غرب، بیره مال غرب، مال اروپا. آره آقا چرا تو این کارو میکنی؟ چرا رفتی اون کارو کردی؟ چرا رفتی و رفتی؟ یهو یارو خندید، گفتم خدا چی میخواد جواب بده؟ خندید گفت بابا ما اینا رو مسخره کردیم، ما دستشون میندازیم، ما میریم یک دلخوشی بهشون میدیم، میریم تهران میایم یه پول ازشون میگیریم میریم اونور میایم یه دلخوشی میرم، کی به اینا اتم میده حتی انرژیشو، کی به اینا اونو میده، کی به اینا همش کلیدش دست خودمونه، ما به اینا چیزی نمیدیم، پولشون رو میگیریم. 40 سال هم کار کردن، قبل هم کار میکردن، ولی بارها گفتم بازم زد بگم که نیکسون فقط تنها کسی بود که اومد به محمد رضا شاه گفت قدرت پایا پای. این رو اوباما که رئیس جمهور شد، مشاور امنیتیش به خود من گفت، روی اینترنت هست، مدیر سابق سازمان سیای آمریکا آقای روبرت بایر، من باش مصاحبه کردم، گفت ما الان میخوایم با ایران به خامنه‌ای بگید که میخوایم پایا پای مثل دو تا قدرت، نه مثل یک نوکر و یک ارباب برخورد. اینها که شعورشون نمیرسه، اینا نوکرن، اینها درست میدونن که اگه یک چپ برن مثل چاوچسکو ترتیبشون داده است، یه چپ برن مثل قذافی ترتیبشون داده است، اگه نه بخوان کار استقلال میترسه اینا زندگی خودشون، همه چیز ایران رو دادن، همشون هم نوکر استعمارن، همه اون بالای نوکر استعمارن، الان هم تو ایران فهمیدن اینا رو میگن میزننشون بچه ها رو، بچه ها میگن اینا رو میزنن، نمیذارن، اجازه نمیدن که اینا برن تبلیغات چه و چه بکنن. قدرت مردمی امروز قدرت بسیار بالایی است، قدرت احوری، قدرت ایرانی، و من به قول اینا بذار همون واژه رو بگم، رجاء واثق دارم. ای مردم سلحشور ایران، در زمانه کنونی شما پیروز هستید، بچه هایی که تفنگ دستشون از شما پشتیبانی خواهند کرد، شما میایید توی صحنه قوی تر، بچه هایی که تفنگ دستشون پایان میبخشن به زندگی ننگینی که این شپشوها برای من و شما و ما و تاریخ ما، آقا تاریخ ما آفریدن، بچه های مردم رو بین فقر و بدبختی کشوندن و همه شون هم نوکر و همه شون آدرس عوضی دادن، یک کسی دیگه این مرتب تو پای ملت ایران کرده و میکنه یا آخوندار رو برده اینا به چه جای دیگه حواله میدن. ترس ترس تا این حد هست دیگه. و خوشبختانه اینو به شما بگم، خوشبختانه همین رویه سلحشوری که نسل امروز، من همچنانی که گفتم 10 سال به 10 سال تو ایران انقلاب شده،
ده سال به ده سال هم نسل عوض میشه. این نسل امسالی که اومده، این 2020 که بیاد، این 77-57 یادتونه تو تقویم ها بخونید، تو صفحات ما یوتیوب اینا رو بخونید، فیسبوک، از هم اول سال 77-57 که شروع شد. گفتم او 57 که ما باختیم، این 57 آریایی ما میبریم، این 57 آریایی ما برنده میشیم. این رو من مطمئن هستم، چون نسل ما دیگه نمیتونه بپذیره. احتیاج هم به غرب نداریم. من دیدید، شنیدید، گفتم به زبان تازی بود، شما شنیدید و فهمیدید. ما نیازی هم به غرب نداریم بیاد از اون پشتیبانی کنه، چون نمیکنه. غرب از سالها پیش برای سالهای آینده برنامه ریخته که سرزمین ما رو چجور غارت کنه، همشون از دم شرق و غرب. ما به اونا دل نبستیم، ما به تو جوان، به تو تفنگ به دست، به تو مهربانیار، شماهایی که هر کجا بودید از ایران دفاع کردید. تو این تاریخ پر چکاپوی هزاران ساله، اگر ایران مونده، توان شما بوده، قدرت شما بوده، مهرورزی شما بوده که مونده، و خواهد موند، و خواهد موند. پیشپردایی هم داریم، پیشپردایی میزنیم، به قول معروف میگن توی برنامه های خورد و بودو که کناری کنیم، به یه تنوع باشه که شما همش سیاوش هستن نبینید، نمیخواین چایی بخورین یا آبی بخورین یا 40 دقیقه نشین نقل بشینین پای تلویزیون، یه تنوعی بشه. دور دارم به برادر مهربانم مهندس امیر شجره دبیر کل این تلویزیون پارس، درود دارم به همه مهربانیارانی که با ما همراهی و همکاری دارن، به همه کارگردان برنامه در تلویزیون پارس، به ویژه دوست عزیزم آقای امیر شهرتی وارتان و دیگر مهربانیارانی که در تلویزیون پارس در کنار مهندس شجره هستن. یکی از مواردی که همیشه به من امید میده، خواب، خوراک، زندگی، ثروت، جان، همه چیزو برای شما بذارم، بذاریم، میدونین چیه؟ همین مهرورزی هست، همین مهرورزی هست. یادم میاد دکتر کوروش آریامنش، روان شاد که اینجا زدن کشتنش هرمزاده، موقع ما هفته بار هم میدیدیم، پیام مازدگان در میآورد ایشون و در خدمتش بودم. دکتر کوروش آریامنش هفته یه بار دوشنبه بیشتر ما با هم یه ساندویچ می‌خوردیم، میومد دفتر شانزلیزه من، هی بارها میگفت بابا من میخواستم دیگه ولش کنم، مشهدی عرض این قضیه اینا، ولی باز دیدم یه های دوتا پاکت آمده از آلمان، یکی توش 50 مارک داره، یکی توش 30 مارک. ما بخاطر همینا که آمد باز دارم نعمت که کار نگه دارم، باز رفتم اون پیام آزادگان رو چاپ کردم، بند خود رو چاپ میکرد. بعضی وقتا ما میرفتیم کمک، بعضی وقتا که میرفتیم کمک، بهتون بگم ببینید تو تاریخ بمونه، خودش اینها رو بعضی وقتا که میرفت آلمان چاپ میکرد، با اتوبوس میرفت بعد میآورد اینجا، بعدم که اینجا آخرش یک نامردی برای چاپ کرد که در دست داشت در قتلش و شوربختانه خبر داده بود، حالا اون نمیخوام باید بحثش بشم، از دست عزیزان چه بگویم، گله‌ای نیست، گر هست دیگر حوصله‌ای نیست. و گل رخسار تاجیکی میگه ما را به دست ما زدن آئین دادرهای ماست. آریا من چه زدن آشوران رو خواست منتشر بکنه، حالا بگذارم. خلاصه خودش که میرفت اونجا چاپ میکرد، با اتوبوس هم داشت لندن میآورد، آدرس ها رو چاپ میکرد، میچسپوند روی پاکت ها 500-600-1000 تا رو اینا رو تا میکرد میذاشت توی پاکت. مثلا ما یه روز زنگ میرفتیم، چون ماهی دوباری کار میکرد، خونش میدیدیم آه پاکت ها همجور رخته رو زمین در روزنار خودش. مرد بزرگ، معاون وزیر آموزش پرورش بود، شخصیت برتر. هر چی که شما الان دارید از خردگرایی در نقد اسلام، پایش مال آریامنش احمد کسروی دومی بود، دکتر کوروش آریامنش، رضا مزنون، بچه مشهد. آره میگفت که فلانی ما الان پولم نداریم، نمیتونیم دیگه، ولی یه عمرم 30 مارک آمد، 50 مارک آمد، کار دنبال. به جون شما این همین قضیه مال من، هی میبینم او اتفاق میفته، یه اتفاق میفته، استعمار رو کار میکنه، او کار میکنن، مردم هم که قربونشان برم فقط
تو دو روز نباشی اصلا فراموش شدی، هر کی میخوای باش. اینا همه الان الان میگه همش خودش افلاطونه بابا، یارو خودش همش ما سایت داریم آقا، صفحه تلگرام ما رو دیدی سیاوش هست، ما صفحه تلگرام داریم، میخوام شعبانو رو میام ببینم، ما این رضا پهلوی رو میخوام بیام ببینم کجا یک قرار بریم، ما بگیم ما رئیس دفتر اینا ما آیا قرار هم بگیم ما میخوام اینا رو ببینم، ما تو صفحه داریم ما دیدی سیاوش ببین. حکایتیست ولی من اینا رو نمیگم، اون جناح دیگه اون مردم دیگه که میخوام نمونهش به شما بگم. نمونش اینه که یا یک مادر از ایران به من تلفن میکنه، یک پدر، یک فرزند زنگ میزنه میگه سیاوش هرستا میگم جان دلم، میگه گوشی با مادر من صحبت کن. 30-40 تا از این مادرها توی 10-15-20 سال از دنیا رفتن که من باشون صحبت کردم، بعد بچهش اینا زنگ عروسش زنگ زده دیگه رفت، روان همشون شاد، همونایی که هستن چاکرشونیم. بعد دوستای نزدیک خود من پری روزا دوستای بچه یکی از دوستای من از آلمان اومد پاریس، همه شما که تو اروپا هستین اینو میشناسین، چون هر کس خاربار ایرانی مصرف میکنه مثلا خیالشور محیا رو میشناسه، و شما تو اروپا هر چی میخورید خاربار ایرانی از مغازه ای تو آلمان میاد، البته الان دیگه داداششه مراد، ولی عباس صرافی، عباس صرافیان تو آلمان کل صرافی داشت، دوست نازنین من، و این خاربار ایرانی رو در اروپا اون متداول کرده بود. البته الان که ایشون فوت کرده آقای مراد صرافیان برادر ایشان هستن در کل که باز همه رو میده. شما تو سوئد اگه هستید، پاریس هستید، سوئیس هستید، انگلیس هستید، این خاربار که میاد مال عباس مال صرافیان خالص. حالا عباس صرافیان که متهم هم میشناختنش، ایشون چند سال پیش تصادف کرد و بعد مدتی روی تخت بیمارستان بود از دنیا رفت، 3 فرزند داره، کوچکترینش آریو برزن الان میشه 6 سال، یعنی اول ژانویه وارد 7 سالگی میشه، بهش شاد باش میگم آریو برزن عزیزم تولدت مبارک. اومد پاریس و ما با تو قدم میزدیم یه گفت عمو عمو، گفتم گفت میخوای موزیکیت بزنم، بچه 6 ساله، گفتم کدوم موزیک من عمو جان؟ گفت همون تو تلویزیونته. موزیک تو نه گواره دیدن 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 با دهنش بچه داره میزنه، گریه هم گرفت. بچه عباس صرافیان 6 ساله، 3 ساله باباش از دست داده، 3 سال عباس عزیز من دیگه نیست، یکی از حامیان فرهنگ و نشر خردگرایی در دنیا بود، هرگز هم نمیخواست اسمش رو بیاریم. الان من یه بار دیگه میگم عباس، بچه ها شما ها نمیدونه در نشر اندیشه و فکر آریایی نقش بسیار مهمی داشت، خیلی کمک میکرد از اینجا تا آمریکا، همه میشناسن بچه های کالتکس و شرکت ترانه و خدا بمرز کربی و هم این بچه 3 سال پدرش از دست، ولی تا 3 سالگی که تو بغل باباش میشسته روزای جمعه بود اوایل بعد شد پنجشنبه برنامه رو میدیده، این موزیک تو ذهنشه، عمو سیاوش هم تو ذهنشه، خیلیه. من یزدان گواهی باورم نمیشد تایی که دینگنی کرد و مادرش تایید کرد، مادرش اینو تایید کرد، گواه همیشه آلمان که هست بیاده تو که میفتن میگه میزنه میگه بیاده عمو سیاوش بچه 6 ساله. این هاست که یاد عباس صرافیان، یاد پرویز اصفهانی عزیزم، دوست نازنینم، سردبیر نیمروز در لندن سالها زحمت کشید، یک بار نیومد عکس خودش صفحه و رضایش بندازه، مطالب خردگرایی رو نشر داد. هر آنچه ما نشر دادیم درست در رادیو و تلویزیون بود، حالا از کانال اینا بود. اینها انسانهای ماندگار تاریخ ما هست. برادر عزیزم همیشه گفتم بله که میگم بازم میگم مهندس امیر شجره، اون میتونست با تجارتی کردن این تلویزیون پارس شجره میتونست میلیاردر بشه، میلیاردر با تجارتی کردن این نمیتونست بکنه، هم تخصص و حرفش داشت، هم آدم ها رو داشت، همه رو داشت،
شما اون کارهای اول تلویزیون پارس رو برید ببینید، با فرخزاد عزیزم، با خیلیای دیگه، با همه هنرمندا، ویگن، همه زیر دستش بودن هستن. شجرم میتونست میلیاردر بشه، میلیارد بزنه با این تلویزیون. برای پول کار نکرد، برای پول شجره کار نکرد، برای که رشد فکری جامعه ببره بالا. جامعه آزاد فکر کن، جامعه راحت فکر کن. بعد هم دیدید همیشه هر اتفاقی افتاده سشی تو میدون بوده، هرکیز هم خودشو نمیاد نشون بده. و یکی بود میگفت به من، گفت چرا فقط تو هست مهندس شجره تعریف میکنی؟ خب نمیذاره، اگه من تو پاریزم، من تو پاریزم، بچه که اونجا هستن تو خودش تواضع داره، اگر همه مخلص شجرن، همه شون که توی تلویزیون هست. حالا میخوام بگم این هاست که به ما امید میده ما بتونیم باشیم تا رهایی تو جوان ایرانی رو ببین، تا رهایی تو انسان آزاده ایرانی رو ببین. شماهایی که نگفتید به شب پرستان 40 سال، خیلی زیادید. اونهایی که ساختند دیگه زیاد نیستن، دیگه خودشون خجالت میکشن، دیگه خودشون شرم دارن، دیگه خودشون میبینن دارن برای عروسک های استعمار روس و انگلیس و چین خوش رقصی میکنن. به خدا، به جون شما قسم، من تعجب کردم خارمادر یاره جمهوری اسلامی با چین و روسیه مانور نظامی تو خلیج فارس، خیلی قویه ای. میخواستم روی قضیه اصلا صحبت کنم، بگم بچه ها شما مسخره مسخره میکنم، ولی پدرسوخته خیلی. آقا نذاشتن این از گلوشان بره پایین، آمریکا و بزرتیج غلطی هم نکردن، همچنان که تاکون سدلی خابلی میگه غلطی کرده برای هوادارای خودش، نزدیکترین هوادارش زدن ترتیبشون دادن، هیچ غلطی نتونسته بکنه دیگه، برای بقیه کجا میتونه. بگم بهتون اینو بذاریم بگم پیش از اینکه برنامه تام بشه. عباس سلیمی نوین به چه مشهد دریاده، چقدر از این خامنه‌ای دفاع کرد، الان مثل گذاشتنش تو تهران تایم زنده دارم هنوز هستی نیست. اون موقع کیهان هوایی بودن، هیچ کدومی امکانات نبود، هیچ کدومی روزنامه رنگی ها حتی نبود، چه مثل اینترنت اینا. کیهان هوایی برای خارج از کشور چاپ میشد، عباس سلیمی نوین سردبیرش بود، شریعت مداری مدیر کلش بود کیهان. آقا رفسنجانی گفت من میخوام قانون اساسی رو عوض کنم که من دفعه سومم رئیس جمهور بشم. اول کسی که ما در برابرش ایستاد عباس سلیمی نمین بود، محکمم وایساد. بعد با آقای عطاالله ماجرانی درگیر شد و فلان شد و فلان شد، کار نداریم. اون سومین بار نتونست نامزد بشه و قانون اساسی رو عوض کنه، اما عباس سلیمی نمین قربانی علی خامنه‌ای شد، از کیهان هوایی بیرونش کردن، خودش اومد بیرون. یعنی بعدن موارد دیگه پیش اومد، براش زندانی بریدن، می‌خواستن زندانیش کنن، محکومیت و فلان اینا. از همونجا تو بگی تا بیای یدالله قزوینی که اصلا عباسی شده، که اصلا رفت زندان، توی سعید قاسمی سردار بسیج و مسیج و فلان تو، و بعد تا زدن اینا یک عالمه از آدمای علی خامنه‌ای رو تو هواپیما، توی کوچه، توی خیابون، سردار مردان رو زدن، کشتن، زندانی کردن، هیچ کاری برای مریدای خودش نتونست بکنه. این رو به همه شما میگم که هفته پیشم که براتون پخش کردن، همین حسن عباسی خودش میگه ما همه احزاب و گروه‌ها جمع شدیم، آقا دیدیم علی خامنه‌ای 15 نفر نداره هوادار فدایی. صبح 80 تا بودن، بعد از اون نارمال خورده مانده نشستیم تصمیم گرفتیم 15 نفر نبودن. خب وقتی که وضع اینجوری، من نمیدونم شما چرا استعمار رو نگه میدارین. بچه‌ای که تفنگ تو دستتونه، بچه‌ای که تفنگ و زور تو دستتونه توی اون ایران، شما هم که حقوقاتون که همتون چیز پایینیه، که باز میلیارد فیلیاردن که همه انگلیس دزدید برد کانادا و جای دیگه و اینا، که شما که بابا یه کاری بکنین، میتونید به یزدان سوگند، نذارید با انتخابات سر مردم رو گرم کنن، به یزدان سوگن میتونید، بچه ها میتونید، اونایی که بالای تفنگ به دستید به خدا میتونید برخیزید. بس یعقوب لیث سالگردش بود، یعقوب لیث رو جشن گرفتی تو؟ یعقوب لیث رو پاشو یعقوب،
لیف کاوی آهنگر پاشو، بابک پاشو، فریدون پاشو، شما میتونید. من امید دارم که میتونید. مهربان دارم دستان گرمتون رو میفشارم، روی ماهتون رو میبوسم. پدرا مادرای عزیز خیلی ممنون که ما رو به خونتون راه دادید و راه میدید. خیلی ممنون که مینشینید. بچه ها مرسی که آنتنا رو برای مادرها پدرها درست میکنین، بهشون میرسیم که ما رو ببینن. مرسی مرسی. به عشق شما زنده، به عشق آزادی ایران، به عشق رهایی میهن از چنگ اهریمن. اهریمن نشانه بدی، دشمن خوبی، دشمن اهورامزدا، دو قدرت جدا از هم، هیچ وابستگی به هم ندارن. یادتون نره بد رو اهورامزدا نیافریده. فلسفه اوستا و زرتشتیان نوین فرق داره با همه. اهریمن آفریده خدا نیست، برای میتونید بزنید نابودش کنید. خدا نیافریده که بعدم مهلت بهش بده که بیا ترتیب آمد. نه نه نه، اساس چرت و پرت توی آیین اوستا نیست. یه پدیده جدا از اهورامزداست، بدی، پلشتی، ناپاکی، دروغ و دژنام که اومده چوب لای چرخ اهورامزدا و مردم و بندگانش بگذاره. مبارزه کنید با اینها، نابودشون کنید. ما بوسه مهم.